سلام به همه دوستان، به سومین برنامه خاورمیانه دیگر خوش اومدید. پس از چند دقیقه که مروری به اخبار ایران و منطقه خواهیم داشت در هفته گذشته، در بخش دوم علوم سیاسی میپردازیم به نحوه ساخته شدن عراق و سوریه، دو کشور جدید پس از سقوط امپراتوری عثمانی توسط انگلیس و فرانسه، و اینکه این دو کشور چرا از همان بد و تأسیس تا کنون گرفتار فساد و دیکتاتوری و کودتا و ساختاری نادموکراتیک هستند. در بخش پایانی هم اگه فرصت شد نگاهی به دو اطلاعات غلط یا فیک نیوزی خواهم انداخت که توسط رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شده در مورد سیستم بهداشتی و اقتصادی بریتانیا که ارزش تأمل داره. اگر اخبار رو از تحولات داخلی ایران شروع کنیم، شاید مهمترین رویداد هفته اخیر همین واکنش به احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا بود که توسط رئیسی و امیر عبداللهیان و شمخانی مطرح شد. واکنش تندی ایجاد کرد، هم روزنامه کیهان اون رو ورود به باطلاق نامید، هم طلاب حوزه علمی قم علیهان موضع گرفتن و این اصلا خبر خوبی برای خامنه ای نیست. در یک دست در این حکومتی که فکر میکرد تشکیل داده، پس از چند ماه چنین شکاف بزرگی ایجاد شده. اما مشکل خامنه‌ای فقط این موضع کیهان و طلاب حوزه علمی قم نیست. افرادی مثل علی مطهری ضمن اینکه استقبال کردن از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا، اما این سؤال هم مطرح کردن که مسئول این همه زیانهای مالی و جانی که به مردم ایران تحمیل شده بابت تأخیر در این مذاکرات کیه، که تقریبا پاسخش رو همه میدونن و اونم خامنه‌ایه. امامای جمعه هم که هفته پیش وظیفه‌شون شده بود دفاع از چین و روسیه، این امروز هم وظیفه‌شون این بود که سفر تحقیرآمیز رئیسی و برخوردی که پوتین با او در کاخ کرملین کرد رو توجیه کنن. در سطح منطقه هم شاید مهمترین رویداد سفر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان بود که اونجا قرار بود بره با علیف مذاکره داشته باشه، اما از باکو از طریق آنلاین با ویدیو با علیف دیدار کرد. معلوم نیست که اگه قرار بود دیدار آنلاین باشه چرا اصلا رفته بود اونجا، و این یادآور تماس تلفنی ظریف هم بود که از مسکو تلفنی با پوتین صحبت کرده بود زمانی که رفته بود به روسیه. در سطح جهانی هم هفته گذشته شاهد این بودیم که هولوکاست، قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست در سازمان ملل در مجمع عمومی توسط 192 کشور تایید شد و تنها کشوری که مخالفت کرد متاسفانه ایران بود. همچنین 450 بیش از 450 شخصیت جهانی، شخصیت سیاسی، دیپلمات‌های سابق سازمان ملل خواستار پیگیری پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 هستند و این سفر کردن به خارج از ایران، مخصوصا به آمریکا، به نیویورک، به سازمان ملل یا اروپا، رو بیش از پیش برای رئیسی دشوار می‌کنه. خارج از ایران، در عراق تحول مهم این بود که این هفته دادگاه فدرال باز شکایت گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی رو رد کرد. اونا که در نهایت تسلیم شدند که انتخابات رو بپذیرند، در اولین جلسه که رئیس پارلمان برگزار انتخاب شد اعتراض کردند، اما دادگاه فدرال اعتراض اونا رو رد کرد و اونا هم شاید تنها واکنشی که داشتن این بود که امروز به فرودگاه بغداد حمله کردند. در عراق شاهد بهبود نسبی شاخص فساد هستیم. شما میدونید در زمان نخست وزیری نوری مالکی و حیدر عبادی، عراق جزو فاسدترین کشورهای جهان بود. بعضی وقت حتی جزو یک یا دو کشور آخر جدول بود. الان حداقل از 10 کشور آخر جدول فاصله گرفته. در ترکیه حتما خبر دستگیری خبرنگار مشهور رو شنیدید، به این اتهام که گویا به اردوغان توهین کرده بود، اما کمتر به این توجه شد که یک تیم اقتصاددان هم که کار پروژه‌ای در مورد اقتصاد ترکیه انجام داده بودن، اونا هم دستگیر شدن و دارن محاکمه میشن. چرا؟ به این دلیل که گفته بودن آمار تورم 36% که دولت اردوغان اعلام کرده درست نیست و آمار درستش نزدیک 82% گرانی نرخ کالا در یک سال گذشته است. افزایش قیمت برق هم تا 125% مردم ترکیه از این به بعد باید شاهد باشن. در کشور دیگر مهم منطقه عربستان، سازمان حماس از گروه های تروریستی فلسطین سعی کرد از موضع ضد عربستانی فاصله بگیره. پیامی فرستاده بود و خودش رو از شعارهای ضد عربستان
تبری جسته بود، میخواد به این نحو خودش رو به عربستان نزدیک کنه. اما مهمترین رویداد عربستان بود که این کشور پس از 120 سال 120 سال تازه به یاد روز تأسیس افتاد و ملک سلمان روز 22 فوریه، یعنی تقریبا 24-5 روز دیگر، رو به عنوان روز تأسیس عربستان اعلام کرد که قرار هر روز تعطیل بشه و جشن بشه. عربستان سال 1902 تأسیس شد. 30 سال بعدش 1932 در 23 سپتامبر اسمش از حجاز تغییر کرد به عربستان. حالا در تمام این سالها 23 سپتامبر رو جشن می گرفتن به عنوان روز ملی، حالا از این به بعد تازه به یاد روز تأسیس. و این خیلی جالبه، کشور قدرتمند ثروتمند تازه امروز در قرن 21 به یاد روز تأسیس خودش افتاده. در خارج از این چهار کشور، در سایر نقاط خاورمیانه پس از این 7 جنگ بسیار نفسگیر و سخت که در زندانی هم در داخل زندان داعش رو شورش کرده بودن، هم نیروی خارج از زندان هم حمله کرده بودن به یک زندان بسیار مهم در حسکه در شمال سوریه، پس از یک هفته مبارزه نهایتا نیروهای سوریه دموکراتیک تونستن کنترل زندان رو به دست بگیرن و زندانی فراری رو برگردونن. اونا ترکیه رو متهم کردن به تحریک داعش برای این عملیات. اما صرف نظر از اینکه متهم اصلی کی هست، اکونومیست مروری کرده بود به اینکه اصلا داعش از طریق چنین اقداماتی ظهور کرد. اولین بار که سال 2007 همین ابوبکر بغدادی که بعدا شد رئیس داعش حمله کرد به زندانی در شمال عراق و 150 نفر از اعضای القاعده رو آزاد کرد. چند سال بعد 2013 حمله کردن به زندان ابوغریب و زندان تاجی، اونجا هم 500 نفر رو آزاد کردن و این 600 و خورده این نفر بودن که هسته اولیه داعش رو تشکیل دادن. حالا گفته بود اگر احیانا این عملیات موفق می شد مجددا ممکن بود شاهد ظهور داعش باشیم و از نقش کردها در این عملیات تقدیر کرده بود. در لبنان کویت طرحی رو ارائه داده برای عادی سازی روابط کشورهای همکاری خلیج فارس با لبنان. طرح 10 ماده داره، مفصله، ولی یکی از ماده های اصلیش اینه که باید لبنان به مصوبه شورای امنیت، مصوبه 1559 و 1701 مقید باشه. این مصوبه رو اگه دقت کنیم میبینیم که درش قید شده انحصار اسلحه در لبنان باید در دست ارتش باشه، به این به معنای خلع سلاح حزب الله است. در یمن هم باز اکونومیست پیش بینی کرده که حوثی ها شکست سنگینی میخورند در روزها و هفته های آینده و این حمله ای که به امارات داشتند نتیجه عکس خواهد داشت. آخرین خبر همین بود که لاپید وزیر خارجه اسرائیل دیروز روز یادبود هولوکاست رو در اتریش بود و در همون کمپی بود که پدر بزرگش آن زمان در دوران آلمان نازی کشته شد. به این ترتیب به بخش دوم میرسیم. سعی کردم این بخش اخبار رو زیاد طولانی نکنم، اما مجددا تکرار میکنم که مرور هفتگی رویدادها، آن هم به صورت مرتبط، رویدادهای خاورمیانه واقعا لازم. اگه خاطرتون باشه در برنامه اول و دوم به 3 دیدگاه در مورد ریشه مشکلات خاورمیانه پرداختیم. عرض کردم که بعضیا معتقدن ریشه‌اش به 1400 سال پیش یا به 2000 سال پیش برمیگرده، بعضی این رو محدود میکردن به 300-400 سال اخیری که تحولات دنیای مدرن در اروپا آغاز شد اما در خاورمیانه آغاز نشد. گروه سوم هم معتقدن که خیر، تمام تحولات 80-90 سال اخیر، تحولات معاصر، منشأ مشکلات خاورمیانه است. گروه اول و دوم رو تونستیم به راحتی رد کنیم، به این معنی که واقعا نمیشه ثابت کرد که خاورمیانه سرزمینی نفرین شده است یا جبر جغرافیایی اونو به امروز کشونده یا نقش ظهور ادیان باعث شده، که تمام موارد مشابهی که در تاریخ خاورمیانه روی داده بسیار تندترش یا مشابهش در سایر نقاط جهان از جمله در اروپا هم روی داده. یا مثلا این دیدگاه گروه دوم هم که میگفتن تحولات اروپا در خاورمیانه روی نداده تا اندازه هم درست میگن، این شامل بقیه جهان هم میشه، شامل آفریقا و آمریکای جنوبی و آسیای دور هم میشه. همچنین گفتیم که مثال ناقص گروه اول کشورهایی مثل کره و آلمان هست. مثلا مردم کره یک تاریخ، یک فرهنگ، یک ژن، یک گذشته داشتند، اما میبینیم کره شمالی و کره جنوبی با هم چقدر متفاوتند. یا در دوران جنگ سرد آلمان شرقی و آلمان غربی با تمام اشتراکات تاریخی و فرهنگی و زبانی که داشتند، اما در 2 فاز جداگانه صنعتی، سیاسی، اجتماعی بودند. گفتیم دیدگاه سوم این هست که معتقدند
مجموعه تحولاتی که پس از سقوط عثمانی، پس از ورود استعمار بریتانیا و انگلیس روی داد، از جمله تشکیل کشورهای تصنعی بدون مطالعه دقیق، اکتشاف نفت و بلایی که نفت سر خاورمیانه آورد، ورود جنگ سرد به خاورمیانه و عواقبی که برای منطقه داشت، ورود ایدئولوژی هایی که هیچ بک‌گراند زمینه‌ای در خاورمیانه نداشت، تقریبا میشه گفت ورود همزمان و بدون مقدمه شون با هم، تشکیل کشور اسرائیل و مجموع حوادث دیگری که در نهایت منجر به ظهور اسلامگرایی شد، این مجموعه تحولات هست که خاورمیانه امروز رو به شرایط کنونی ایجاد کرده. دیدگاه گروه سوم، چون رد کردنش سخت، ما اینو بر فرض میگیریم که درسته و بر این اساس میریم جلو. امروز در اولین بخش به این میپردازیم که پس از سقوط امپراتوری عثمانی چطور انگلیس و فرانسه دو کشور عراق و سوریه رو به نحوی غلط، نادرست و به نفع منافع کوتاه مدت خودشون ایجاد کردن که الان هم پس از 80-90 سال، 100 سال در این دو کشور، مخصوصا در سوریه، کماکان فساد و کشتار و دیکتاتوری حاکمه. اجازه بدید از عراق شروع کنیم. عراق، در واقع کشوری به اسم عراق تا 1920 وجود نداشت. سه ایالت بودند: موسل، بغداد و بصره، که در مجموعه خلافت عثمانی به مدت 3-4-5 قرن زندگی سیاسی داشتند. و پس از جنگ جهانی اول، از آن روزی که نیروهای انگلیس تونستن بصره رو، بندر بصره رو کسب کنن، تصرف کنن، و چند سال بعد منجر به سقوط کامل عثمانی شد و از طرف اتحادیه ملل، یک سازمانی بود که پس از جنگ جهانی اول تأسیس شد، قیومیت عراق به انگلیس سپرده شد و البته قیومیت سوریه هم به فرانسه سپرده شد. از اول بگم که اصلا این دو کشور نشستن با هم با خطکش، بدون مطالعه اقلیمی، بدون مطالعه جغرافیایی، بدون مطالعه اتنیکی، بدون اینکه مطالبات مردم رو در نظر گرفته باشن، دو کشور به اسم عراق و سوریه رو طراحی کردن. دو نفر، دو کارمند وزارت خارجه فرانسه و بریتانیا در لندن و پاریس با هم نشستن، نقشه کشیدن و این دو کشور ایجاد شد به همین سادگی. هرچند بعدا تغییراتی هم باز بر اساس منافع خودشون درش ایجاد کردن. اگر از مورد عراق شروع کنیم، آن زمان انگلیس تازه جنگ جهانی اول تمام شده بود، توان این رو نداشت که به مانند هندوستان، به مانند سایر مستعمرات خودش، با استفاده از نیروی نظامی خودش مستقیما عراق رو اداره کنه. فضای سیاسی بین المللی هم تا اندازه‌ای تغییر کرده بود. دو قدرت قدیمی یعنی فرانسه و انگلیس در اثر جنگ جهانی اول تضعیف شده بودند و دو قدرت جدید در حال ظهور بود، مشخص یعنی آمریکا و شوروی. این دو کشور به هر دو منظر کاملا متفاوت استعمارها، مستعمره ها رو تشویق میکردن برای استقلال. آمریکا از این منظر کم کم اقتصادش بسیار شکوفا و بزرگ شده بود، به بازارهای جهانی نیاز داشت، اما مثلا اجناس خودش رو در هر نقطه جهان میخواست بفروشه، میبایست بره یا با فرانسه مذاکره کنه یا با بریتانیا. آن زمان بریتانیا 25% کل خشکی های زمین رو، زمین های سرزمین های کره زمین رو در اختیار داشت. فرانسه هم حدود 10% سرزمین های کره زمین رو در اختیار داشت. به همین دلیل رئیس جمهور وقت آمریکا طرحی داد برای دفاع از حق تعیین سرنوشت، دفاع ملل، دفاع از استقلال، به این امید که کشورهای کوچکی ساخته بشن که مستقیما با آمریکا وارد مذاکره بشن. در شوروی هم که یک حکومت کمونیستی به قدرت رسیده بود، اونا هم به خاطر اینکه انگلیس و فرانسه رو دشمن خودشون میدونستن و میخواستن پایگاه اونا رو در منطقه و در جهان تضعیف کنند، حق تعیین سرنوشت، دفاع از حق ملت‌ها رو مطرح کرده بودند. به این دلایل واقعا برای انگلیس ممکن نبود که مجددا بیاد این کشورها رو به محدوده استعماری خارج اضافه کنه. اما امکان دسترسی، دست برداشتن از عراق هم براش ممکن نبود. اولا منابع طبیعی عراق سرشار بود، نفت تازه وارد اقتصاد انگلیس شده بود، نفت عراق. بس اینا مهمتر، بندر بصره موقعیت استراتژیک مهمی داشت برای بریتانیا. بندری بود که از طریق دریای خلیج فارس میتونست نیروهای انگلیسی رو به هندوستان، به مهمترین مستعمره انگلیس برسونه. با آن زمان یادتونه هنوز کشوری به اسم پاکستان ایجاد نشده بود و در واقع هندوستان در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان قرار داشت. به این دلیل
بریتانیایی تصمیم گرفتن که کشور جدید رو با سه مشخصه بسیار ناهمگون ایجاد کنن. اولین مشخصش این بود که در این کشور بیان ناسیونالیزم رو به جای دموکراسی، به جای حقوق بشر، به جای لیبرالیزم، به جای با هم زیستن ملت ها و گروه های اتنیکی، اومدن ناسیونالیزمی بسیار تندروانه رو در این کشور ترویج کردن، برای اینکه به مرحله قبل برنگردند، چون هنوز اندکی از نوستالژی دوران عثمانی در بین بخشی از ساکنین آن این سه ولایت عثمانی وجود داشت. بر مردم تاکید میکردن که شما عراقی هستید، شما اصلا عثمانی نیستید، شما ترک نیستید، شما عرب هستید، و یک نسخه بسیار خشک و تندی از ناسیونالیسم رو در بین مردم عراق ترویج میکردند. جالب اینجاست یکی از متصدیان یا یکی از گروه هایی که این ناسیونالیسم رو ترویج میکردند فلسطینی هایی بودند که از فلسطین تبعید شده بودند یا مهاجرت کرده بودند به عراق. اکثر این آدم های باسوادتری بودند، اندیشه ناسیونالیسم رو وارد کتاب‌های درسی کردن، سمت‌های مهم وزارت فرهنگ و وزارت آموزش رو به دست گرفتن، تدوین کتب درسی رو به دست گرفتن. و فرد دیگری هم که بسیار این مسئله براش مهم بود، پادشاه گماشته شده عراق بود، ملک فیصل، یک شهروند حجاز بود، اهل عربستان بود و بعد مدتی به سوریه رفته بود و بعد اونجا پایگاهی نتونسته بود برای خوری درست کنه، به صرف اینکه این دوست یا متحد انگلیسی ها بود به عنوان پادشاه یا ملک عراق انتخاب شد. این فردم میخواست که ناسیونالیسم رو ترویج کنه برای اینکه جایگاه خودش رو به عنوان یک عرب پررنگ کنه. در واقع کم کم به تدریج این دو گروه، هم فلسطینی ها هم پادشاه عراق، اندیشه فراتر از عراقی بودن رو، اندیشه پان عربیسم رو ترویج میکردند، اندیشه برتری عرب بر دیگران، اندیشه بسیار، نگاهی بسیار ارگانیک و خطرناک از ناسیونالیسم که آن زمان کم کم در دوران هیتلر هم در آلمان ترویج میشد. برای اینکه بر مثلا فلسطینی از این طریق میخواستن توجه اعراب رو به مسئله خودشون جلب کنن، ملک فیصل هم میخواست توجه عراقی ها رو از غیر عراقی بودن خودش منحرف کنه. اولین کنگره پان ایرانیزم، پان عربیزم در 1932 در بغداد برگزار شد. خب طبعا کشوری که بنیادش قبل از اینکه مدنیت، جامعه مدنی، سیستم آموزشی پیشرفته، احزاب، روزنامه ها، رسانه ها درش وجود داشته باشن، یک ناسیونالیسم بسیار تون، اونم از نوع پانش ترویج پیدا کنه، فضایی برای دموکراسی، برای لیبرالیسم، برای حقوق افراد، برای حقوق گروه ها، برای اقلیت ها فضایی باقی نمیمونه. کار دومی که انگلیسی ها کردن این بود که آن زمان فقط 5% مردم عراق باسواد بودند، اما انگلستان این 5% رو هم تحقیر میکرد. اکثر سمت‌های مهم اداری، حتی پارلمان، حتی ارتش، به دست افراد بی‌سواد داده می‌شد، افرادی که فرزندان شیوخ بودند، یعنی مالکان و شیوخ عراق رو انگلستان تقویت می‌کرد، اشاعر رو تقویت می‌کرد برای اینکه همیشه اونا دست بالا رو داشته باشن و این قشر باسواد کم کم نتونن خودشون رو، عراق رو از زیر سلطه انگلیس در بیارن. این سیستم در پارلمانش، در ارتش، در ترکیب هیئت وزیران و همچنین در شوراهای محلی، در استانداری ها کاملا محسوس بود. افراد بی سواد زمیندار یا شیوخ مذهبی یا شیوخ بزرگان عشیره جایگاه برتری داشتن در عراق. نکته سوم که بریتانیا نیاز داشت که یک کشوری باشه عراق که درش همیشه آنقدر ضعیف باشه که محتاج کمک خارجی باشه، یعنی محتاج بریتانیا باشه، و آنقدر هم قوی باشه که نیاز نباشه سرباز بریتانیایی هر روز اونجا حضور داشته باشه، راهش رو در این پیدا کرده بود که یک اقلیت اتنیکی رو بر اکثریت جامعه عراق تحمیل کنه، یعنی اقلیت سنی. سنی ها همون زمان هم اکنون چیزی حدود 15%، 16% جمعیت عراق رو تشکیل میدن، اما هم پادشاه، هم ترکیب اصلی دولت، هم ترکیب اصلی ارتش رو به این گروه سپرده بودند. مثلا در سال 1932 از 14 استاندار عراق 13 استاندارشون سنی بودند، یعنی شیعه ها رو عملا سرکوب میکردند، یا تا اندازه کرد ها رو، مخصوصا کرد های شیعه. یا مثلا در مجموع این سه دهه‌ای که تا قبل از انقلاب عراق
خانواده سلطنتی ملک فیصل و فرزندانش حاکم بودند، از 13 نخست وزیری که در این کشور وجود داشتن 9 نخست وزیرشون سنی بودند، با وصف اینکه تنها 15% جامعه رو تشکیل میدادند. در ارتش هم از لحاظ کمی بیشترین تعداد حتی سربازها، هم از لحاظ کیفی بالاترین مناصب در اختیار سنی ها بود. ارتش بسیار منفور بود و برای اینکه بتونه جایگاهی به این ارتش بده، انگلیس کار بسیار ناجهان مردانی انجام داد، اونم بود که مسیحی ها رو فدای ارتش کرد، دستور سرکوب آشوری ها رو داد. برای اینکه هر دو طیف متاسفانه شیعه و سنی عراق از سرکوب آشوری ها به عنوان یک اقلیت مسیحی استقبال کردند و تمدنی که در مدت هزارها سال در خاورمیانه در این منطقه وجود داشت، متاسفانه از 1932 با سرکوب خونینی که در علیه آنها انجام شد، این تمدن هم از بین رفت و فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز باقی نموند. با این سه پیشینه، یعنی حاکم کردن یک ایدولوژی ناسیونالیستی بسیار تندروانه، سلطه اقشار پیشا مدرنی مثل اشاعر و مالکان بر جامعه و سلطه اقلیت بر اکثریت، عراق به جایی رسید که پس از حتی انقلاب هم همین فرمول تا زمان سقوط صدام حسین ادامه داشت. در مورد سوریه به نحوی شرایط بدتر هم بود. فرانسه دیدگاه ناسیونالیستی رو ابداع میکرد که ترکیبی بود از ناسیونالیسم هیتلری و سوسیالیسم استالینیستی که همین بعدها مقدمات تشکیل حزب بحث عراق رو ایجاد کرد توسط میشل اطلق یا اندیشمندانی مثل، اگه بتونیم اسمشون رو اندیشمند بذاریم، مثل حسری که دیدگاه ناسیونالیسم ارگانیک رو مطرح میکردند و اونا هم بر پان عربیزم تأکید میکردند. اما اتفاقی که در سوریه افتاد که اونم به نحو دیگری ناخواسته منجر به این شد یک اقلیت برای همیشه قدرت رو در سوریه به دست بیاره، نحوه تشکیل ارتش بود. فرانسوی ها که کنترل سوریه رو در دست داشتن، برای اینکه کم کم مسئولیت خودشون رو کم رنگ کنند، اعلام کردن که میخوان ارتشی رو برای کشور سوریه بسازن که بعد از اینکه خودشون رفتن این ارتش به تدریج قدرت رو به دست بگیره. هیچ کدوم از گروه های سیاسی یا اتنیکی سوری از این استقبال نکردند. ناسیونالیست ها که کلن تحریمش کردند، سوسیالیست ها که اون رو ضد امپریالیستی میدونستند، مذهبی ها هم که به هیچ. و اما در این میان یک گروه اقلیت بسیار فقیر از هر لحاظ، از لحاظ جمعیتی بسیار کم جمعیت، از لحاظ سیاسی بسیار در حاشیه، از لحاظ اقتصادی بسیار فقیر، به نام علوی ها که یک اقلیت خاص از شیعه ها بودند، از این ارتش استقبال کردند، از سر ناشاری، از سر فقر، از سر اینکه شغلی جایگاهی نداشتند. اما این ارتش که قرار بود موقتا به مدت 5-6 سال باشه، این 5-6 سال به مدت 30 سال طول کشید تقریبا. ناسیونالیستای سوری میگفتن پس از اینکه فرانسه رفتن ما خودمون کشور خودمون ارتش خودمون رو میسازیم. اما زمانی که فرانسه رفت و زمانی که سوری استقلالش رو به دست آورد، تقریبا چند ماه بعد جنگ اسرائیل شروع شد و سوری ها دیدن ما نمیتونیم یک ارتشی رو که وجود نداره از بنیان بسازیم و طی چند ماه بفرستیمش برای جنگ با اسرائیل. و اینجا بود که متوجه شدن ارتش رو باید حفظ کنن. اما چه ارتشی؟ ارتشی که برخلاف موزاییک سیاسی و اتنیکی جامعه، علوی ها هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی در بالاترین سطوح بودن، بیشترین تعداد رو داشتن، به خاطر اینکه به هر حال به مدت 20 سال 30 سال این همین قشتی که از سر ناچاری وارد ارتش شده بودند، در ارتش متخصص شده بودند، مدارجی رو طی کرده بودند. همین باعث شد تا همین الان هم که با هم صحبت میکنیم، یک اقلیت اتنیکی مذهبی بیشتر به عنوان علوی ها رأس قدرت رو در دست دارن. یعنی از آن زمان تا کنون هم ارتش قدرت اول رو داشته و در ارتش هم علوی ها قدرت اول رو داشتن و در بیان علوی ها هم در 52 سال اخیر یک پدر و پسر به عنوان حافظ اسد و بشار اسد از 1970 تا کنون قدرت رو در دست داشتن. ببینید یک اتفاق مجموعه حوادثی که کشورهای مثل انگلیس و فرانسه برای اهداف خودشون تعیین کرده بودند و عدم شناختشون از ساختار جامعه یا اقداماتی که عمدن برای واپس نگه داشتن جامعه داشتن، منجر به این شد که الان هم
میبینیم امروز در عراق انفجار میشه و امروز هم بشار اسد یک دیکتاتور جنایتکار و خودش و پدرش پس از 52 سال دارن حکومت تک‌حزبی دیکتاتوری رو در دمشق اداره میکنن. و تصور کنید که ایدئولوژی ناسیونالیستی هیتلری رو با ایدئولوژی استالینی قاطی کنن، حزب بعث رو براش بسازن و اجرای این حزب بعث رو هم به یک اقلیت علوی شیعه بسپارن. واقعا اصلا معلوم نیست که تا کنون سوریه چطور اصلا متلاشی نشده. در بحث‌های آینده مجدداً به این بحث برمیگردیم. نحوه تشکیل کشورهای دیگری مثل لبنان خیلی مهمه و بعد اینکه چه شد که چه عواملی باعث شد که سوریه و عراق نتونستن با هم متحد بشن، چطور این دو حزب بعث هر دو به قدرت رسیدند اما حتی احزاب بعث عراق و سوریه هم با هم به دشمن تبدیل شدند، اینکه سوریه در مقطعی از تاریخ به مدت 3 سال داوطلبان خودش رو محو کرد و به مصر پیوست، به جمهوری متحد عربی رو تشکیل دادند و انگیزهشون چه بود و چرا شکست خورد، اینا رو در برنامه‌های آتی توضیح میدیم. هدف فقط این بود که ببینیم یکی از اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد، این اتفاق در هر جای دیگری از جهان هم میافتاد، ممکن بود فجایعی بیشتر از این هم به بار داشته باشه. دو نفر در لندن و پاریس بشینن بر اساس منافع دولت مطبوع خودشون دو تا کشور به اسم عراق و سوریه رو ایجاد کنن، از بنیانش هم کج بذارن، عمدن کاری کنن که این کشور همیشه در فساد و دیکتاتوری و حاکمیت اقلیت باشه. چرا؟ چون منافع اونها تامین میشه. و جالب اینجاست اتفاقا هر دو تا هم ضرر کردن و در نهایت هم در سوریه هم در عراق تمایلات هیتلری، تمایلات ضد انگلیسی متمایل به هیتلر نازی در عراق و در سوریه بسیار پررنگ شد و پان عربیسم هم در عراق به جایی نرسید. بعد جمال عبدالناصر که در سوریه حالا در جلسات بعدی عرض میکنم خود یکی از عواملی بود که منجر شد که سلطنت در 1958 در عراق از بین بره. بسیار خوب، اگر وقت داشته باشیم که 3-4 دقیقه وقت هست، میخوام در بخش سوم این بار به بررسی اخباری که گاه گداری به صورت نیمه درست نیمه غلط منتشر میشن طرف جمهوری اسلامی بپردازیم. قبلش اینو عرض کنم که این گونه خبرها بسیار خطرناکتر از خبرهای کاملا فیک یا دروغ هست. خبرهایی که به راحتی نمیشه تشخیص داد، خبر کاملا دروغ رو به راحتی میشه تشخیص داد، اما خبری که بر مبنای یک آمار و اطلاعات درست ایجاد شده اما عمدن با اندکی مهندسی کردن و تغییر دادن به سمت یک خبر نادرست رفته، کار سختیه. من سعی میکنم در برنامه های آتی هم در طول هفته اگر مواردی بود برای اینکه بدونین در آینده چجونه با این گونه اخبار برخورد کنیم، مثال هایی رو از این رو عرض میکنم خدمتتون. در ارتباط با انگلیس که من خودم اینجا هستم، با ساختار سیاسیش هم آشنام، اتفاقا یکی از درسایی که در دانشگاه خوندم همین ساختار سیاسی تاریخ معاصر بریتانیاست. دو خبر از ایران در مورد بریتانیا منتشر شد در هفته گذشته که در مورد این بود که سیستم پرستاری اینجا به هم خورده، پرستاری اینجا نمیتونن از کودکان و از بیماران مراقبت کنن. و خبر دوم که تیتر بسیار پررنگی داشت و تأثیر خبرگزاری مهر منتشر شده بود، این بود که گویا بریتانیا غرق در دریای تورم شده. اولیش که زیاد ارزش توضیح بیشتر نداره، این که این از بنیان دروغه. بریتانیا که از بهترین سیستم‌های بهداشتی جهان رو داره، طبعا در دوران کرونا پرستاران و پزشکان بریتانیایی مشکل زیادی داشتند و به نسبت استانداردهای خودشون در مقایسه با چند سال قبلشون فشارهایی براشون تحمل شد، اما در همین یکی دو سال هم هزارها نیروی جدید به این سیستم بهداشتی پیوسته. حتی در سراسر جهان پرستارانی، دکترانی از سراسر جهان اومدن وارد این سیستم شدن. و کشوری داره این خبر رو به شما میگه که مشهور به این که پرستارهاش، پزشکاش، کادر درمانیش دارن تقریبا فرار میکنند. بسیاری کسانی که 20 سال 25 سال سابقه کار دارن حتی منتظر بازنشستگی و بازخرید هم نمیمونن و سیستم بهداشتی ایران رو ول میکنن، میان در کشورهای دیگر کار میکنن، حتی با کاری مرتبه پایینتر از موقعیت خودشون، موقعیت علمی خودشون. مورد دوم خیلی قابل تأمل تره. تیتر خبرگزاری مهر این هست که بریتانیا غرق در دریای تورم. در این خبر توضیح داده شده که مثلا تورم در بریتانیا به 5.4% رسید
رکوردی هست و همچنین توضیح داده شده که این رکورد از 1992 تا کنون سابقه نداشته و به این نتیجه رسیده که الان مردم بریتانیا غرق در تورمن. این خبر بدیش اینجاست که دو مورد اولش درسته، یعنی شما حتی اگه به زبان انگلیسی چند کلمه مسلط باشید برید گوگل کنید میبینید که بله واقعا رکورد تورم در بریتانیا به این عدد رسیده. این عدد بالاترین در سالهای اخیر میشه گفت از 30 سال گذشته در 3 دهه اخیر بر خود رکوردی محسوب میشه. اما جالب اینجاست باور کنید در بریتانیا برای عموم مردم آب از آب تکون نخورده، مردم زندگی عادی خودشون رو میکنن، هیچکی غرق در دریای تورم نشده. اولا عدد 5.4% رو اگر موشکافی کنیم به این معنوست که مثلا کالایی که قبلا به قیمت مثلا 100 پوند بود حالا این کالا تبدیل شده به 105 پوند و 40 پنس. این مطمئنم برای کسانی که در ایران زندگی میکنن خنده داره که طی یک سال یک کالایی از 100 تومن بشه 100 یا 100 پوند تبدیل بشه به 105 پوند و 40 پنس، اینو بگیم مثلا غرق شدن در دریای تورم. دوما سیستم اینجا سیستم سوسیال یا اجتماعی اینجا به نحویه که واقعا حتی در صورتی که این 5.4% هم بحرانی بر اقشار آسیب پذیر ایجاد کنه بلافاصله این افراد تحت پوشش خدمات ویژه قرار میگیرند. به محض اینکه فردی درآمدش از حد استانداری بیاد پایین بلافاصله مورد کمک‌های حکومت واقع میشه، بخشی حتی در موردی هست که بخشی از هزینه زندگیشون رو به عهده میگیرن، بخشی از کرایه مسکنشون رو دولت براشون تامین میکنه تا این بحران رو طی کنن. این یک چیز ایدئالی نیست اما واقعا برای ایران کنونی این یک رؤیاست. جالب اینجاست اینی که مثلا یک حتی فردی به محض اینکه اعلام کنه که من دچار مشکل مثلا روحی هستم یا دچار مشکل جسمی هستم از همه تعهداتش معاف میشه، هزینه زندگیش، هزینه تحصیلش، هزینه درمانش، مسکنش به عهده دولت قرار میگیره. و از این جالبتر که این خدمات و سرویس ها برای سرمایه‌دارها هم است. شما اگر یک کارآفرینی، یک سرمایه‌داری به هر دلیلی ورشکست بشه، مثلا رفته 5 میلیون یه جای 5 میلیون پوند یه جا سرمایه‌گذاری کرده، وام گرفته از بانک، کل پولش محو شده، اینجا کسی به خاطر پول زندان نمیره. یعنی معتقدن که کرامت انسان بیشتر از پوله. نه شاید کسی خلاف مالی انجام بده، جعل کنه یا مثلا دزدی کنه زندان میره، اما به صرف اینکه ضرر کرده یا نمیتونه قبضشو پرداخت کنه یا چکش برگشت برده هیچ کس بابت این زندان نمیره. جالب اینجاست به محض اینکه یک فرمی هست، یک فرم ورشکستگی، این فرم رو اگر پر کنید تحویل مقامات مالی بدید بلافاصله تمام بدیهات وامتن بخشیده میشه. بلافاصله پزشک روانشناس هم در اختیارت میذارن که احیانا مشکل روحی روانی در این دوران سخت ورشکستگی نداشته باشی. هزینه مسکن و درمانت هم به عهده دولت میفته. تنها نکته منفی که شاملت میشه اینه که به مدت 5 سال از حق دریافت وام محروم میشه، یعنی اسمت میره توی لیستی دیگه، در هیچ بانکی دیگه بهت وام نمیدن. ولی حتی هزینه پرداخت وامی تو که به شرط اینکه ثابت کنی که ورشکسته شدی دیگه مسئولیت اونم در آینده نداری و به عهده دولت خواهد بود. پس لطفاً از این به بعد اگه خبری رو دریافت کردیم بیشتر بهش تأمل کنیم، مخصوصاً خبرهای نیمه راست. بله واقعاً بریتانیا تورمش به این عدد رسیده، یک رکوردی هست، اما اینی که مردم در بریتانیا گویا غرق در دریای تورمند دروغی بیش نیست. خیلی ممنون که به تماشای برنامه سوم خاورمیانه دیگر نشستید. تا جمعه دیگر و تا خاورمیانه دیگر، بدرود.